قیمت تأسیسش 2009 شاید برگرده. ایرج سبحانی پزشک هستم به اتفاق سعید پیوندی جامعه شناس، محسن متقی هم جامعه شناس هم استاد و تربیتی، سعید سنجابی محقق و فرهاد خسروخاور جامعه شناس. چندین جلسه رو ما تا به حال در فرمت های مختلف سعی کردیم در جاهای مختلف انجام بدیم. تو این فرمتش که از قبل یه موضوعی پیش بینی بشه، تماس گرفته بشه با دوستان و در محیط نسبتاً نیمه باز نیمه بسته انجام بشه، شاید چهارمیش باشه در فونداسیون ژان ژوست، حول عرفی شدن جامعه، بعد حول نوع ادغام کردن دستاوردهای تکنولوژیک و مدرن دنیای غرب در ایران دو تا جلسه داشتیم که اینا جمع‌آوری شده، خلاصه‌هاش جمع‌آوری شده، مقاله‌ها بعضاً آماده است. این موضوع سومی است که حول موضوع سکسوالیته یا جنسیت ما در واقع برنامه رو داریم ادامه میدیم. برنامه ها رو دو تا موضوع هستش که مشغولیت گروه پژواک، یکی اینکه موضوعاتی که بحث میشه حتی الامکان از جنبه کوگنیتیو معرفتی نوعی نگاه نو داشته باشه، یعنی یا به عبارت دیگر دستاوردهای نوع دنیای علم و تحقیق درش آشکار و بارز باشه. دو، حتما یه ربطی به ایران داشته باشه. همه ما به هر حال در غرب داریم زندگی میکنیم و شاغل هم هستیم، محقق هم هستیم. فکر میکنیم ما یک دهلیزی بین ایران و غرب میتونیم باشیم. بعضی از این موضوعها به شکل حاد در ایران بحثشون مطرحه. برای بعضی از موضوعها مثل موضوع جنسیت متاسفانه کارهای میدانی به دلایل آشکار کم هستند. در غرب کارهای میدانی خیلی زیادتر هست. من چون وقت زیاد نداریم خلاصه میکنم به ذکر دو تا مطلب. یکی اینکه بحث اصولا جنسیت سکسوالیته از نقطه نظر جامعه شناسی اونطور که مطالعه کردم، کل بحث طرح خود بحث جای شک داره، یعنی بسیاری از جامعه شناسا اصلا به طرح مسئله جنسیت به عنوان شاخص شخصی اجتماعی اعتراض دارن. اما همینجور که میدونید در این چند ماه اخیر بحث جنسیت در غرب خصوصا بعد از داستان ونشتن و به طور جدی در فرانسه، خصوصا بعد از نامه سرگشاده اخیر 100 تا خانمی که پاشو امضا کردن، به یه فرم هم رسانه‌ای هم تصنعی و هم پولیمیک ایجاد تبدیل شده. من پیش بینی کرده بودم یه کتابی رو که اخیراً در اومده تحت عنوان اگل ایگل، که این دوتا ویژگی داره این کتاب، یکی اینکه دوتا محقق این کتاب رو درآوردن، دوتا محقق همکار ما هستن، یکیشون در اینسر کار تحقیقاتی میکنه، یکیشون فکر میکنم در اکوله اوتزتود کار تحقیقاتی در لیون میکنه و این دو خانم این کتاب رو در آوردن. و بعد از مطالعه این کتاب من متوجه شدم که چقدر در فرانسه برخورد با موضوعات هنوز که هنوز ایدئولوژیکه. در بکگراند این کتاب از یه سری آمار شروع شده که بعضا آمارها رو میدونید. 10% خانوما اذعان دارند که قربانی خشونت‌های خانوادگی هستند. در 2015 122 تا خانوم به دنبال این تشنج‌های خانوادگی
کشته شدن. جایی که 22 تا مرد به دنبال موضوعات خانوادگی کشته شدن. هر دقیقه این هر 40 دقیقه یک خانم در فرانسه قربانی خشونت جنسی است. این آمار نشون میده که خانم ها بیش از آقایون سیبل خشونت جنسی هستن. این خب بک‌گراند کتابه به طور عام، حالا خیلی خلاصش کردم. چون این دو همکار پزشک هستن، اومدن در میدان پزشکی، البته بین این دو تا فصل یه حائلی هست اندریافت علل این تفاوت. میگن یکی از علل اصلی تربیتی، از جمله در دانشگاه های پزشکی تربیت استوار به جنسیت و موضوعی که وردن. حالا بر همکارای ما که پزشک هستن حتما خنده دار خواهد. من پرومیر کوز دو مورتالیته کانسر دو سان، این یکی از شاخصهای تبعیض جنسی. 56% خانم ها، ببخشید، علت اولین علت مرگ و میر خانم ها سرطان پستان. 56% خانم ها از بیماری های عروقی مثل سکته قلبی یا سکته مغزی فوت میشن، در جایی که 46% آقایون به این علت از دنیا میرن. این تفاوت در گروهی که مورد مطالعه بوده تفاوت معنی داره، باز اختلاف بین خانم ها و آقایون. بعد میگن خب از این بیماری های مهلک بیاییم بیرون، بیریم به ماهی به صلاح بدیهی تر، پوکی استخوان. خانم ها بیشتر بهش آشنا هستن تا آقایون، میگن اینم نوعی دیگه تفاوت از اون طرفه. 27% آقایون شکستگی استخوان که پیدا میکنه از بابت پوکی استخوانه، در صورتی که 11% این شکستگی ها از بابت سرطان پروستاته. یعنی علت اینی که این تشخیص داده نمیشه به خاطری که در دانشگاه های پزشکی تعلیمات استوار بر جنسیت گرایی. در مبحث آخرش، چون بالاخره مهمترین شاخص های آماری که ما در دستمون هست، این که شما خانم ها خوشبختانه تا سن 85 سالگی، شاید بیشتر 85 سالگی میتونید زندگی بکنید، در طوری که آقایون به مرز 80 نمیرسن. میگن خب حالا این، بله این بوده، صحت سقم آمار معلوم نیست چقدر درست باشه، اما از وقتی که صحت سقمش رو بهش اطمینان داریم، یعنی از سال 2000 به این طرف وقتی نگاه میکنیم و به دو پریود رو تقسیم میکنیم، میبینیم این اختلاف در ابتدای اون سالها 4 سال بوده بین خانم و آقایون و این الان هرچی داریم به طرف 2015 میاییم داره تبدیل میشه به 2-7 سال. بنابراین اختلاف داره از بین میره، یعنی آقایون به عبارت دیگر چنان وجدانشون بیدار شده که این اختلاف به اصطلاح مرگ و میر رو هم سنی رو هم میخوان از بین ببرن. اینو فقط با مثال گفتم، یعنی ما در کشوری هستیم که اصولا برخورد به پدیده ها باید استوار به داده ها باشه و بحث علمی. و تو این کتاب سراسر من گرایشات ایدئولوژیک دیدم، از اونجایی که این بحث تو غربم که دیگه تحت سانسور حداقل رسمی نیست و این صد تا خانومم که این نامه رو نوشتن در سرلوح نامه‌شون هستش که هدف از نوشتن نامه‌شون این بوده که علیه پانسیونیک، فکر در واقع نرمالیزه شده، یک نوع فکر کردن مبارزه بکنن، ما فکر کردیم سکسوالیته که یک امریست که در جامعه ایران به مراتب بغرنج داره میتونه نوع دیگری خروجی داشته باشه برای ساختمان دادن به بحث در غرب. این موضوع ما قبل از اینکه این داستانای پولمیک در بیاد انتخاب کردیم، یعنی مربوط میشه به ژوئیه 2017، بنابراین متأثر از این داستانای پولمیک نیست. از اونجایی که بحث مشکلی هست و ما همونجوری گفتم داده های آماری دقیق نداریم، فکر کردیم و خانم عسل باقری لطف کردن و قبول زحمت کردن که از سینما پنجره باشه به این نگاه به اصطلاح جای خانواده، جای رابطه جنسی. ممکن بگید چرا سینما؟ چون اولین جایی که سانسور بیان رابطه های انتیم سینماست، ولی با این حال خانم باقری به شما نشون خواهد داد که با کنایه و اشاره خیلی چیزها داده میشه به سینما.
ایشون محقق هستن و دیدم که در دانشگاه ما هم شما تدریس می‌کنید، در پایس دوازده هم کریتیو هستین؟ بله، درس می‌دادم. و تزشون هم روی رادهای روی سینما بوده. بنابراین شما میتونید الان شروع کنید. من اون نیم ساعتی که دارید نیم ساعت کل، یعنی اگر شما نیم ساعت صحبت کنید جای بحث رو صحبت خود شما نخواهد شد. بنابراین اگه 20 دقیقه صحبت بکنید اقدار میشه راجع به موضوع خود شما بحث بشه. ما یه بحثی بعدا هم خواهیم داشت رو چهار تا اینترنت ارواسون. بنابراین سوالایی که به طور خاص روی این نگاه سینما و جنسیت دارید رو در پایان صحبت خانم باقری میتونید طرح کنید. اگه همه برنامه خاموش نکنید که این خاموش بشه. بله من فکر کنم بشه. بله بله بفهم. سلام، مرسی که منو دعوت کردید، خیلی ازت من دفعه اول هستش که میام اینجا. بیش از اندازه به قول فرانسوی ها امپرسیونه هستم، چون اسما و قیافه هایی رو میبینم که تقریبا گریم گرفته اصلا از اینکه دکتر مثلا آشوری نشسته باشن و من بخوام حرف بزنم. واقعا یه چیز وحشتناکی برای من. من حرف خیلی زیاد زدم. شاید از سالهای اول تزم از 20-21 سالگی عادت دارم که تو جمع حرف بزنم، تو تلویزیون حرف بزنم، تو رادیو حرف بزنم، ولی لیست ایمیلینگ رو که دیدم واقعا قلبم داشت میلرزید و فکر کردم مثلا چرا من قبول کردم، برای چی دارم میام. و فکر نمی کنم که چیز زیادی من به شما واقعا اینجا یاد بدم. شاید بر من سال 2012 تزم رو تموم کردم، در رشته نشانه شناسی در پقیدکخت درسم رو خوندم و شاید بیشترین چیزی که الان اینجا و امروز برای من جذاب باشه اینه که بتونم با کسایی مثل شما نتایج تحقیقم رو و کاری که کردم رو در میون بذارم و اینکه شما بعد از اون به جای اینکه از من سوال کنید چقدر بهتر باشه که به من کمک کنید که در این راه چطوری میتونم بیشتر پیشرفت بکنم. و اینکه کتابی که میخوام درارم و خیلی روش حساسم و نمیخواستم که این تز اینطوری در بیادش، چطور میتونم بهش کمک کنم و بهتر از اون چیزی که در دوران تز بود انجام بشه. برای اینکه خودتون میدونین که چقدر وقتی که آدم اواخر تزشه استرس داره و یه سری چیزا رو نمینویسه و یه سری کارا رو نمیکنه. اون چیزی که امروز میخوام راجبش حرف بزنم کارهایی که از تز به بعد کردم نیست، چون بعد از اون من خیلی متمرکز شدم در زمینه زنان در سینما و مسائل واقعا جنسیتی، ولی در دوران تزم روی یک نوع گرامر داشتم کار میکردم و اینکه چطور میتونم گرامری پیدا کنم در روابط زن و مرد در سینما ایران بعد از انقلاب و اینکه آیا این یک گرامر و ساختار داره یا نداره. و با خیلی از سینمایی ها هم مسئله داشتم، برای اینکه سینما به عنوان یک هنر این رو نمیتونه قبول کنه که یک جاهایی تبدیل به یک ساختار میشه و این مشکلاتی است که برای نشانه شناسا کلا خیلی پیش میادش. کاغذی که من امروز درست کردم که براتون راجع به صحبت کنم به زبان فرانسه هستش، میبینم که همه فارسی زبانن ولی منو ببخشید برای اینکه کلماتی که عادت دارم توی علم ازش استفاده بکنم کلمات فرانسوی هستش و تقریبا خیلی کم به فارسی راجع بهشون صحبت کردم و این کلمات رو معادلش رو یک سریا رو پیدا نکردم. بر همین این کاغذی که الان راجع بهش میریم که صحبت کنیم به فرانسه خواهد بود با اجازهتون. Donc, comme je vous disais, donc l'objectif de ma thèse consistait en une analyse descriptive, bien sûr, et interprétative d'un corpus de scènes de films iraniens post-révolutionnaires montrant la relation homme-femme en contournant, bien sûr, la censure, mais également les tabous de la société. Dans un premier temps, il s'agissait de dégager une structure formelle, ferme ou souple, à partir des indices iconiques. Ça, c'était une phase descriptive que j'avais. Dans un second temps, l'analyse portait sur le repérage des manifestations, des messages implicites de ce type de communication. Ça, c'était ma phase interprétative. Donc, j'avais deux phases. Je tenais, dans cette thèse, de répondre à la question suivante. Alors, si je fais comme ça, ça marche.
Est-ce qu'une codification formelle de l'objet socioculturel, relation homme-femme dans le cinéma iranien post-révolutionnaire, sous le coup de la censure, existe? La thèse repose essentiellement sur le cadre théorique et méthodologique de la sémiologie des indices, qui était mise en théorie par Anne-Marie Oudbin, qui est une sémiologue et linguiste française, qui est décédée d'ailleurs l'année dernière. Je suis très contente de pouvoir parler d'elle aujourd'hui. En respectant les critères, alors pourquoi je vais vous expliquer en fait d'abord cette méthodologie, parce que ça peut vous fatiguer un petit peu, mais c'est important pour moi de vous expliquer la méthodologie, parce que c'est très très compliqué de prendre un objet souple tel que le cinéma et de vouloir le mettre en fait dans une structure. Donc à partir de là, j'ai essayé vraiment d'avoir des repères, de bien dégager en fait cet objet et à partir de là pouvoir défendre en fait la thèse que j'ai défendue. Donc, en respectant les critères de représentativité, d'homogénéité, d'extension, d'aspect temporel et d'exhaustivité, j'ai visionné bien sûr à plusieurs reprises. J'avais pris quelques films que vous voyez, donc les noms ici avec les dates. Donc j'essayais d'avoir bien sûr une femme comme réalisatrice, j'avais essayé d'avoir les temporalités dans le temps donc je ne vais pas vous les nommer, vous les verrez, si vous ne savez pas lesquels c'est, je peux vous les dire après en iranien. Sur ces films-là, j'ai dégagé au total 91 scènes. Et ces 91 scènes où il y a hommes et femmes ensemble dans le film, ça a été mon corpus. Et c'est sur ce corpus de 91 scènes que j'ai travaillé pendant plusieurs années. Avant de constituer définitivement ce corpus d'analyse, comme matériellement et temporellement, il était impossible de visionner tous les films produits depuis 1979, j'ai délimité bien sûr ce sujet. La plupart des temps, c'était pour une histoire d'amour. Donc, il fallait que le noyau de mon film soit une histoire d'amour. Des films sortis dans les salles en Iran, donc je ne parlais pas des films interdits. Il fallait qu'il y ait un bon accueil de public. Il fallait qu'il y ait de vraisemblables, donc des films plutôt socio-réels. J'ai essayé d'avoir un mélange de films d'auteurs et de commerciaux, réalisateurs et réalisatrices bien sûr, et j'ai essayé de prendre un film par personne et pas plus. Comme j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas vous expliquer en plus je pense que vous les connaissez. C'était pour vous expliquer un petit peu comment j'ai choisi le corpus. Et finalement, donc, après je me ferai un joie bien sûr de vous en parler après. C'est sorti en fait à la fin finalement d'une grammaire telle que vous le voulez là, une grammaire formelle de mon objet qui était relation homme-femme dans le cinéma iranien. C'est-à-dire qu'à travers ce que vous voyez là, ce sont des choses qui donnent sens après à la relation homme-femme sous la coup de la censure en fait dans le cinéma iranien. Je vais vous donner quelques exemples d'extraits de films et ça va être, je pense, un petit peu plus parlant pour vous. Donc les noms que vous voyez là, c'est moi qui les ai nommés en fait. C'est moi qui ai nommé par exemple « Geste avorté ». Alors « Geste avorté », c'est quoi dans le cinéma iranien? Vous voyez, donc si j'ai fait ça là, c'est-à-dire qu'il y a eu une récurrence. C'est-à-dire que par exemple dans les scènes, on a eu plus de 40%, plus de 50% à chaque fois qu'on veut montrer une relation affective entre un homme et une femme. On a essayé d'utiliser ce genre de variable sans que bien sûr le spectateur se rende compte vraiment. Et il faut aussi le noter que bien évidemment les réalisateurs en Iran ne se sont pas mis autour d'une table comme nous ici pour dire « voilà ». On va utiliser tel procédé pour contourner la censure. Non, jamais on n'a fait ça. C'est-à-dire qu'au cœur, en fait, de ce cinéma socio-réel est sorti d'une manière, je dirais, peut-être des fois même à l'insu du réalisateur, sans qu'on se mette ensemble. C'est sorti cela. Et des fois, même quand je parle avec les réalisateurs, ils sont étonnés. Quand je leur dis, vous savez, par exemple, ce que vous utilisez comme geste avorté, il y a dans 50% des moments où on veut montrer une affection entre un homme et une femme, on a des gestes avortés. Alors, je vous expliquerai après par les photos, mais par exemple, un geste avorté, pour moi, c'est quand vous faites quelque chose, vous voyez beaucoup ça dans le cinéma iranien, je viens vers vous pour quelque chose, mais je me retire.
Et donc, pardon, non. T'es censuré de toute façon, non? Très bien. Alors là, donc là, on est dans ce que j'appelais les regards. Les regards sont très importants. Dans... Oui. Ça, c'est les regards. Donc, on a des différents regards dans le cinéma iranien qu'on peut les formaliser et que pour montrer une relation intime dans un film. Pour montrer une relation intime dans un film, on peut avoir différentes formes de regards qui vont montrer en fait l'évolution de leur relation et sans que même en fait ces choses-là soient dites. Donc par exemple, quand on a les yeux qui sont vers le bas, c'est qu'on n'a pas encore abouti à une certaine relation et puis plus les regards deviennent directs, plus on a envie et plus on va vers quelque chose. Et bien sûr, tout cela sont pris en général dans le cinéma. Ce n'est pas à part dans le cinéma iranien, ce que je veux dire. C'est que dans le monde, on voit ça à travers le théâtre. Mais quand ça devient autant récurrent, ça prend plus sens. Donc ça, j'étais dans les regards. Ça, on est dans les gestes avortés. Donc là, c'est pour, pareil, on est dans foulard bleu, vous voyez, en fait, les scènes où en fait les choses, le geste n'est pas fini. C'est à chaque fois, on fait un geste, mais après. Donc là, c'est entre un père et une fille. Et là, on a donc inclinaison du corps qui prend en fait la connotation embrassade, affection. Et de l'autre côté, pareil, embrassade, proximité, affection. Et dans la première scène, vous voyez qu'il y a aussi un enfant entre les deux. Donc l'enfant, en tant que j'ai nommé objet, inanimé, pardon, objet animé, c'est-à-dire que c'est considéré des fois dans le scénario comme un objet vraiment de passage de relation entre deux personnages qui ne peuvent pas se toucher. Donc on a bien évidemment beaucoup d'autres, là vous voyez c'est une scène de Chatri Baroy Donafar à Ahmad Amini et là on a bien sûr Asghar Farhadi avec Çarşamba Suri. Là, je parlais des scènes de retour où, en fait, au moment, en général, pour se dire au revoir à plusieurs reprises, après j'ai des pourcentages, je ne vais pas vous donner le nombre, mais comme on ne peut pas se toucher pour dire au revoir ou faire des bisous ou s'embrasser sur la bouche, il y a toujours en fait une scène où quelqu'un se retourne pour dire quelque chose où, et après il le dit ou elle ne le dit pas. Des fois, quand on regarde 10 fois, 20 fois, on se dit mais en fait elle n'a pas du tout sa place, pourquoi elle se retourne, elle pourrait très bien dans le scénario repartir. On se rend compte que ça, c'est en fait pour combler le vide de cette embrassade, donc il y a des scènes de retour. Alors ça, j'aime beaucoup en fait enfant-objet animé. En fait, si vous remarquez, dans plusieurs films, vous voyez que l'enfant peut faire deux choses dans la relation homme-femme. Soit elle peut être en fait, elle ou il, enfin en tout cas, il peut être le passeur des sentiments entre les deux personnages. Par exemple, là dans le foulard bleu, on voit bien à travers la relation de Rasoul avec la petite, en fait, on voit la relation que Rasoul entretient avec Nobar, avec qui après. C'est aussi une scène que je voulais vous montrer sur enfant parce que. Là, on a l'enfant plus les caresses, plus le regard lascif. Donc, on est vraiment dans l'érotisme ici. Regardez le regard, en fait. Donc là, on est dans un parapluie pour deux, Çarşamba Donafar. Et là, on voit que la relation entre l'homme et la femme qui est au piano vraiment passe par leur petite. Et ce regard qu'il a vers la femme au piano et en même temps, sa main est sur la tête de l'enfant puisqu'il ne peut pas toucher cette femme qui est en fait la deuxième femme dans l'histoire. Je vais vous parler un petit peu des objets symboliques qu'on peut utiliser pour montrer les relations sexuelles. Donc c'est cette scène-là, c'est une scène d'après où je vais vous montrer en vidéo. Là on a la nudité des pieds, en fait, qui va être
comme en fait quand on montre une partie du corps, c'est comme si on montrait toute la partie du corps, et donc là cette nudité là c'est comme si tout le corps est nu, et on voit beaucoup les pieds nus si vous remarquez. Donc vous, de toute façon vous savez tous que par la loi en fait on a le droit dans ce cinéma là de montrer les pieds nus, les mains nues et le visage nu. Et donc quand on vient sur les pieds nus qui est assez particulier, pourquoi montrer les pieds nus en fait dans un film, et pourquoi la caméra doit insister sur les pieds nus, c'est bien sûr pour en fait vous ramener vers quelque chose de plus érotique qu'on ne peut pas montrer dans le cinéma iranien. C'est cette scène-là que je vais vous montrer après en vidéo. Est-ce que vous avez envie que je vous le montre maintenant ou après? Maintenant ou à la fin? Maintenant? Très bien. Comme ça, il n'y aura pas de fin. Alors, donc je vais vous la montrer. Alors, le son, je ne sais pas si... Qu'est-ce qui n'est pas connecté? Si. Quoi? On n'a pas besoin d'une connexion? Non, c'est okay. Sur mon ordinateur. Ben, c'est sur le vôtre. Voilà, donc je vais revenir, je pense. Ok. Donc le son, je pense que vous êtes obligé de l'écouter comme ça parce qu'on n'a pas de son ici. Vous entendez? Oui. Alors en fait ça c'est une vidéo de 4 minutes que j'ai rassemblée moi-même les uns à côté des autres du film Foulard Bleu, d'accord? Donc je vous laisse regarder en fait plusieurs scènes et vous verrez l'évolution en fait de leur relation. Alors là, l'idée, c'était la première fois où il va en fait chez elle. Et ce qu'on voit, en fait, c'est derrière les portes fermées qu'on ne voit pas. Donc là, c'est vraiment, en fait, il y a deux choses que les réalisateurs utilisent beaucoup que j'avais dans la grammaire. Soit c'est les cotes directes, c'est-à-dire que vous avez une scène, c'est cote, ça va à une autre scène où vous ne voyez pas ce qui va se passer entre les deux personnages après. Soit vous avez des éléments comme ça en transition, c'est-à-dire la porte est fermée et vous devez deviner en fait ce qui va se passer après. Alors ça, je vais le passer parce que ça va être trop long et je vais aller sur la scène. Ça, c'était la scène, en fait, où on voit bien, en fait, à travers les éléments que je vais vous expliquer une par une. En fait, vous avez la lune dévoilée, plus donc une image sombre, pas beaucoup de lumière, plus une musique gay, il n'y a pas de parole, on ne voit pas la tête des personnages. Vous avez donc les pieds nus qui substituent bien sûr au corps. Les pieds nus avec un vêtement blanc qui est supposé être un vêtement mariage, qui passe en fait à travers l'eau, donc les pieds mouillés, donc pour le corps mouillé, et bien sûr après les chaussures habillées de l'homme qui passent après ensemble en fait dans l'eau, et après on ne voit plus, c'est le hors-champ, c'est-à-dire que les personnages sont dans le hors-champ, et nous ce qu'on voit c'est bien sûr donc les flaques d'eau qui restent, et ensuite on va montrer les petites lumières de l'extérieur. Tous ces éléments les uns à côté des autres montrent qu'en fait c'est le soir du mariage,
temporaire qu'on ne dit jamais en fait dans le film, qu'on nomme jamais. Et on parle jamais de l'idée que là s'il y avait un mariage, etc. Mais là, à travers ça, on voit bien que donc c'est la scène de mariage et bien sûr où ils consomment leur nuit de noces. Donc ça, je pense que c'est bon. Je vais revenir sur mon PowerPoint et je vous montrerai après une autre scène. Voilà. Ah, très bien. J'aimerais bien vous montrer une scène aussi. Alors, ça, c'est un des films sur lesquels j'ai travaillé à l'époque. C'est vraiment intéressant. C'est un film de Ebrahim Khatamikia. Donc, c'est Le Ruban Rouge, Ruban Hermes, 98. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que tout le monde connaît, j'imagine, ici, en fait, le passé de Ebrahim Khatamikia et le genre de film qu'il fait. Donc, il fait les films de guerre, assez idéologiques, d'ailleurs, en général, et de plus en plus maintenant idéologiques. Et ce qui est très, très. Alors, Ebrahim Khatamikia, c'est un des rares réalisateurs que j'ai pas pu interviewer. Il a jamais voulu, en fait, quand j'ai je lui ai donné en fait le titre de ma thèse, c'était hors de question qu'il me parle. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, dans ce film qui est un triangle amoureux entre trois personnages un peu hors du temps et espace quelque part où ils sont en train de déminer un champ où la femme avait sa maison, elle revient, il y a rien, c'est vers le sud de l'Iran et donc elle reste là et donc les deux hommes sont amoureux d'elle et elle en fait elle essaye et la parole en fait ne va pas du tout, les mots ne vont pas du tout avec les images. C'est ça qui est très intéressant. Et moi, j'ai pu vraiment trouver beaucoup d'érotisme et de sexualité dans ce film-là. Alors, c'est cette scène-là que je vais, que vous voyez. Là, on a en fait un instrument de musique. C'est un instrument de musique que donc ce monsieur qui était un Afghan sur place, il avait fait lui-même. C'est un instrument que lui-même, il joue toujours avec. Donc, vous voyez bien la forme phallique, bien sûr. Et pour moi, cette scène, en fait, c'est une déclaration d'amour. Et après, peut-être une perte de virginité. Mais vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc, je vais vous montrer la scène. Et vous allez me dire après ce que vous en pensez. J'arrive à trouver. Alors, ruban rouge, instrument de musique. Donc vous avez vu, je pense que je voulais dire, en fait, dans une cascade d'interprétation, on arrive en fait à mettre les indices les uns plus des autres et essayer de comprendre. Alors, l'histoire du film, bien sûr, c'est important, c'est-à-dire que c'est une femme qui vient là, elle a personne, et donc il y a deux hommes sur place, donc un homme qui est en train de déminer, un Afghan qui est sur place, et on voit bien qu'il se passe des choses sans qu'il le dise. Celui qui montre plus son amour, bien sûr, donc c'est l'homme afghan. Mais c'est le maximum qu'il dit, hein. Mais là ici moi je pense que les mots ont vraiment beaucoup plus de sens que ce qu'on peut voir à travers l'histoire du film, c'est-à-dire quand il dit je vais élargir le chemin, etc., etc. Et bien sûr plusieurs formes phalliques en fait qu'on montre dans la scène les uns plus les autres et le sang en fait qu'on voit sur l'instrument de musique
magnifique. Alors, cette scène-là, je me rappelle à chaque fois que j'en parlais, parce que ça faisait longtemps que je ne montrais plus ces images-là. Je me rappelle que ça faisait vraiment huer beaucoup de gens parce qu'on me disait beaucoup que je suis dans un délire interprétatif. Je ne suis pas dans un délire interprétatif, mais bien sûr, donc le chercheur a sa subjectivité. Donc, vous me permettez un petit peu aussi. Peut-être que plusieurs années de thèse m'ont monté à la tête, mais je suis sûre que cette scène était une déclaration d'amour après une perte de virginité. Comme il me reste que 5 minutes au total, je vais finir parce que j'ai envie de vous laisser parler. Donc vous avez, je pense, un petit peu compris sur quoi travaillais. Et juste conclure. Ah mais ça marche. Oui. Et revenir donc sur ce que j'étais en train de dire. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'à l'instar en fait toute une culture que nous avons en Iran, de la poésie iranienne classique et aussi le théâtre, le cinéma a décidé en Iran de s'emparer des figures de style pour parler pudiquement de l'amour, parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il a aussi emprunté au théâtre donc l'art d'insister sur les mouvements, ces musiques, ces jeux de regard accompagnateurs qui durent sont des exemples. Et bien sûr, donc n'oublions pas, ce cinéma-là s'appuie clairement sur l'imaginaire culturel collectif. C'est ce que Edgar Morin appelle la culture de masse, et en construisant son espace comme l'architecture iranienne, c'est-à-dire andaruni et biruni, intérieur et extérieur, qui fonctionne avec notre imaginaire à nous en fait pour comprendre ces scènes de sexualité, d'amour et d'affection. Et du coup, donc ça a créé pour moi sa propre iranité concernant la relation homme-femme. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. خیلی متشکر. برای درس سمیولوژی که به ما دادید شخصا چیز زیاد یاد گرفتم از اینکه چجوری با نگاه دیگری سینما ایران رو نگاه بکنیم. فکر کنم مساجی که پیامی که میخواستید منتقل بکنید این که به هر حال سکسوالیته که جزو ابعاد اصلی، یکی از ابعاد اصلی بودن هر شخصی هستش، جایی برای بیان در صحنه عمومی نداره مگر با کنایه و با اشاره، و این کنایه و اشاره ها رو به هر حال به کمک انترپرتاسیون تونستید به صحنه بذارید. یه 3-4 دقیقه وقت داریم، پیشنهاد میکنم سوال جواب ها به جنبه به اصطلاح تفهیم صحبت ایشون چیز بشه، و اون بخش عمومی اپروش، اگر بحث اصولی دارید و بحث زیربنایی دارید بذارید برای بحث عمومی، چون دوباره یه انترواسیون دیگه داریم روی بیان سکسوالیته. خیلی ممنونم، خیلی چیز یاد گرفتم. میخواستم ببینم که توی این 37 سال آیا تحولی در همین بیان کنایی و پوشیده و اینا شما مشاهده میکنید یا نه؟ خیلی 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 تغییراتش خیلی زیاده. اگه در دو کلمه بخوام بگم، اصلا در سالهای اول انقلاب زن حضوری نداشتش در سینما و اصلا دیده نمیشدنش، رابطه زن و مرد معنی نداشتش. بعد از اون هم که از سالهای 80 که تازه زنها رو ما تونستیم روی صحنه ببینیم، زنهایی بودن که همیشه اصلا رابطه عشقی رو نمیتونستن نشون بدن، برای که همیشه در بک‌گراند بودن و فقط برای این بودن که مردها رو در واقع به معراج ببرن، به سمت خوب بودن. و بعد از اون در واقع از سال 85 و فیلم باشو غریبه کوچک کار بهرام بیزایی که 3 سال پشت سانسور بود، بعد از اون تازه سینمای زن دیده شد، و بعد از اینکه زن تونستش اولین نگاه مستقیمش رو به در واقع دوربین بکنه، و تا قبل از اون زن اجازه نداشت حتی به دوربین نگاه بکنه، و اصلا چجوری میتونستیم رابطه زن و مرد نشون بدیم، از اون موقع بودش که تازه روابط زن و مرد شروع به شکل گرفتن کردش در سینمای ایران کم کم، و مسلما هی راحتتر و راحتتر شد، تا حدی که حالا چیزی که مثلا یک چیز خیلی کوچیک بگم اینه که مثلا در دوران، چون من یه کاری کرده بودم روی دورانهای ریاست جمهوری مختلف که ببینم در هر کدومشون این سینما چطور عمل کرده روابط زن، و مثلا چیزی که خیلی عجیبه اینه که در دوران محمود احمدی نژاد یک تم بسیار عجیبی که در سینمای
ایران بین روابط زن و مرد هستش خیانته و ما دائم سوژه خیانت رو و اصلا تا قبل از اون هیچ وقت اینقدر زیاد نبود. شما هر فیلمی رو در مورد هر سوژه مختلفی که نگاه کنید در دوران احمدی نژاد یک جایش یک ربطی به خیانت داره و این خیلی بر من جالب بود و من شاید بیش از نام 50 فیلم رو آوردم، یه مقاله نوشته بودم و اینکه اینا رو دونه دونه درآورده بودم که چطور این سینما در جای و همینطور شد که خیلی نقدها به سمت این رفت که اصلا ما چرا داریم دوباره به سمت فیلم فارسی میریم و چرا روابط داره دوباره اینجوری میشه و چرا زنها رو داریم باز اینطوری نشون میدیم و در نتیجه چرا خیلی تفاوت ها و در دوران های مختلف خیلی و الان مسلما خیلی راحت تر شده از لحاظ دست زدن به همدیگه، خیلی راحت شده از دوره خاتمی به بعد زنها میتونن کتک بخورن با دست و این خب به هر حال دیگه چی میخواین واقعا؟ فنفتل هم دارید نه؟ فنفتل هم میتونیم، بله مسلما هم در نوع نه در نوع به سبک غربیش ولی به سمت سینما ایران مسلما نیکی کریمی در عروس و در دوران خودش تبدیل به فنفتل شد و بعد از اون مسلما الان شکران مسلما، بله بله و اینا، بله خیلی تفاوت. مرسی خانم هر دستانتون. بله خیلی کوتاه باشه. بله بله این حرفی که زدی نمیخوام بگم دلیر بوده از جانب شما اصلا، برای اینکه هر کسی آزاده که چیزی رو که میبینه سمبولیسمش رو برای اینکه یه رابطه مستقیم با پسیشی خود شما داره دیگه، ولی غیر از اون سمبولیسم کلی که آرکیتیپه هر کسی مثلا سازنده فیلم میشه بهش اجازه داد که یه سمبولیسم متفاوتی داشته باشه یا هر تماشاگری در حقیقت. من که مثلا دیدم مرد افغانی چنین حرفی زد واقعا میدونستم هم که تم شما رو داری دعوت میکنی ما رو که بریم توی سکشوالتی، ولی بر من بیشتر واقعا آزادی و جنگ و این چیزا بود که مثلا میخواد بره دیگه نمیترسه از این که کشته بشه. جنگ تموم شده اینجا. آره یعنی من اونطوری گرفتم بیشتر تو سکشوالیتی رو بگم، حالا مثلا خودش اونقدر آرکیتیپیکه اون دیگه مال بکارت و همه چیز ولی فقط خواستم بگم یعنی زمینه چیز هست، یکی کلی داری درسته بعد فردی که در ذهن گروهی میشه بعد جنسیت میاد توش، مثلا من و یه مرد بغل دستی بله در متفاوتی دقیقاً بله بله مطابق آموزشی که داشتیم مطابق کشور و فرهنگ که توش بودیم دقیقاً، یعنی در واقع ربط داره به اون انسیکلوپدی پرسونلی که توی ذهن ما هستش یا اون چیزی که آلمانیا بهش میگن کلتور با کمی نویسن، یعنی تمام اون چیزی که در درون هستش و هر کدوم ما رو باعث میشه که اونجوری در واقع انترپرتاسیون بکنیم، ولی خب همه اینا رو که کنار هم میذارین صحنه ها میبینین که یک چیزهایش واقعا قکیبانه. خیلی ممنون. بعد میگردیم به بازم خیلی من موضوع دوم با ما هستی تا پایان جلسه. معلومه که هستم، میدونم شما مشکل زیاد دارید ولی با ما باشید تا پایان جلسه. بهار استاد ازم جان خسروخوابه که استاد من اصلا در تز و زوغ سوکانی و مثل اصل منم خیلی هم مضطرب هم خوشحال نمیدونم اطلاعات و موضوع تزی که الان تقریبا سال آخرم هست و دارم روی اون کار میکنم برای شما جذاب باشه. من روی هویت تراجنسی یا فراجنسی در ایران کار میکنم، البته نوشته اینجا به هم ریخته. تراجنسی یا فراجنسی در حقیقت ترجمه ای هستش که برای ترانسکشوال و فرد فراجنسی در حقیقت ترانسکشوال هست و فراجنسیتی یا تراجنسیتی ترانسجندر هستش. اگر چکیده‌ای که من در حقیقت چکیده که برای موضوع نوشته بودم نگاه کرده باشین، یه سری کلید واژگان رو توش سعی کرده بودم یه سری تعاریف رو انجام بدم، چون وقتی به فارسی خیلی از اینا رو متغیر میکنیم یعنی میان ترجمه میکنیم خیلی عجیب غریب میشه، مثلا فراجنسی یا فراجنسیتی یکم یا دگر جنس خواه
یکم ترجمه هایی میشه که یکم میتونه سخت باشه برام. بله دقیقا اما به معنی کلی در حقیقت فردی که تراجنسی هستش، فردی هستش که وقتی به دنیا میاد در حقیقت ویژگی های جنس خودش، ویژگی های بیولوژیکی جنس اون در پرانتز نرماله، یعنی کروموزوم ها، هورمون ها، آلت جنسی، تمام شواهد مبدی بر اینه که این فرد رو ما میتونیم یا در کتگوری نر یا در کتگوری ماده قرار بدیم. ما در مورد جنس داریم صحبت میکنیم الان. و این فرد وقتی که خب به دنیا میاد طبق همون تشخیص پزشک مرد یا زن نامیده میشه و به مرور زمان یا در بچگی خودش یا در دوران بلوغ خودش یا حتی بعد از ازدواج و بچه دار شدن این فرد میتونه احساس بکنه که اون جنسیتی که در حقیقت به اون نامیده شده و اون چیزی که خودش و اون حسی که خودش از مرد بودن و زنانه بودن داره در تضاده، در حقیقت یک پارادوکس بزرگ و تضاد بزرگی رو احساس میکنه. در کتاب‌های کلی که در حقیقت کتاب‌های کلی تشخیص آماری که DSM نامیده میشه، یکی از دلایل و نشانه‌های در حقیقت مسئله ترانسکشوال بودن این میشه گفت زجر و سوفخانسی هستش که فرد از این پارادوکس بین اون چیزی که حس میکنه و اون چیزی که جامعه به اون سالها داده و در حقیقت همه اون سندروم به اون زجر میاد و این مسئله زجر و اون فشاری که فرد حس میکنه چیز خیلی مهمی میشه، چه در مسئله مذهبی و یعنی وقتی که من الان براتون توضیح میدم در فقه و در مذهب چطوری مسئله مطرح میشه و چه در حقیقت در علم این موضوع، این مسئله فشار روانی که فرد تحمل میکنه مهمترین نشانه این مسئله میشه. برای که بیشتر بریم آمان با اینطور که خیلی نوازهه خب تاریخچه مسئله تغییر جنسیت در ایران شاید اینطوری باشه شروع بکنیم که در ایران جز 5 کشوری در دنیا هستش که روابط همجنسگرایی به شدت محکوم میشه و جرم اعدام برای روابط همجنسگرایی در نظر گرفته میشه. عربستان سعودی، یمن، سودان و بخشی از سومالی در حقیقت جز کشورهایی هستن که همجنسگرایی رو جرم میدونن و برای اون اعدام رو در نظر میگیرن. اما اتفاقی که میفته شاید جالب باشه وقتی که روی این اعدام و مسئله و در حقیقت مسائل قانونی و فقهی اعدامایی که مطالعه میکنیم میبینیم که از همون موقع این رابطه بین این در حقیقت دو فرد همجنس با مسئله فاعل و مفعول بودن، اکتیو و پسیو بودن مطرح میشه. یعنی به این شکل که بین دو مردی که به هر دلیلی دستگیر شدن یکی از یعنی اگر فرد مفعول باشه حتما حکمش اعدامه، اگر فاعل باشه ولی متأهل باشه حکمش اعدامه و اگر فاعل باشه و متأهل نباشه میتونه به مثلا شلاق و زندانی و اینجور چیزا. اما از طرف دیگه چیزی که جالب میشه در مورد حکمهایی که در حقیقت صادر میشه اینه که در فقه اسلامی وجود 4 شاهد از مهمترین مسائلی هستش که برای اینکه ثابت بشه که این فرد در حقیقت در یک رابطه همجنسگرایانه هست. این 4 شاهد برای من خیلی عجیب بود، یعنی وقتی که متن رو میخوندم فقط میخندیدم، فکر میکردم که خب این یه دور زدن شرعیه برای اینکه ما خشونت رو کم بکنیم. و وقتی اینو در مصاحبم با حجت الاسلام کریمینیا که حالا بهتون معرفی میکنم، یک حجت الاسلامی که در ایران تز دکترای خودش روی تغییر جنسیت در اسلام گذرونده مطرح کردم، اون گفت که خب خودتون دارین میگین در عمل 4 شاهد هیچ وقت شاهد رابطه جنسی شما نمیتونه باشه و در حقیقت هیچ وقت امکان پذیر نیست، اما علم قاضی مهمترین مسئله هستش برای اینکه ثابت بشه که این افراد با هم رابطه داشتن و علم قاضی خب میتونه با یک ویدیو در یک پارتی مثلا به لزبیان ها یا گی ها اون میتونه علم قاضی رو در حقیقت به اندازه کافی موجه بکنه برای اینکه قاضی حکم اعدام رو بده. پس با این زمینه که من راجع به ایران گفتم، این خیلی مهمه این زمینه به خاطر اینکه از سالهای 2003 و 2004 به این طرف تمام تولیدات مدیاتیک و تولیدات رسانه‌ای که مخصوصا در خارج از کشور راجع به مسئله تغییر جنسیت در ایران میشه همه با این گزارش شروع میشه در کشوری که در کشوری که همجنسگرایی جرم است و اعدام و جرم اعدام برای اون در نظر گرفته میشه تغییر جنسیت رسمی است و مورد حمایت دولت قرار میگیره. خب
خب این فرضیه شروع کار تز من بود، یعنی چیزی بود که من فکر میکردم که آیا ما این فرضیه رو میپذیریم که در ادامه خودش معتقده که افراد زیادی که همجنسگرا هستن در ایران تغییر جنسیت میدن یا مجبور به تغییر جنسیت میشن یا حکومت اونها رو مجبور به تغییر جنسیت میکنه. من این پروژه رو، یعنی این سوال رو شروع کردم به خاطر اینکه برام خیلی مهم بود، مخصوصا در سازمان ها که براتون توضیح میدم چه سازمان هایی دخیل هستن در مقوله تغییر جنسیت در ایران. قبل از این که وارد سازمان ها بشیم باید اشاره بکنم به فتوای بسیار مشهوری که آیت الله خمینی در حقیقت در سال 1343 وقتی که در نجف تبعید بوده در کتاب خودش تحریرالوصیه می نویسه. تحریرالوصیه یک کتاب چند جلدی هستش به زبان عربی که استفتاءات نام داره و شامل سوال و جوابهای شرعی میشه که افراد از یک فقیه میپرسن برای شرایط زندگی روزمره خودشون. در جلد دوم این کتاب مسئله تغییر جنسیت رو خمینی مطرح میکنه، اما اتفاقی که میفته این نیستش که اون زمان در حقیقت خمینی به عنوان یک شخصیت کاریزماتیک و یک فقیه سیاسی مذهبی زمان خودش بسیار روشن فکر بوده یا مثلا کار خارق العاده کرده، در اینکه تنها فقیه زمان خودش بوده و این کار کرده خب شکی نیست، ولی مثلا اینکه واژه خونسا در ادبیات فقهی همواره وجود داشته و بسیار داستان‌ها و روایت‌ها و در حقیقت حقوق و وظایف و وظیفه جنسی یک فرد خونسا همیشه مورد سوال بوده در فقه اسلامی. پس اون در حقیقت کار خیلی عجیبی نکرده و سال 1343 حکمی که میده در مورد افرادی بوده که فرق دارن با ترجنسی ها، یعنی افرادی هستن که اینترسکس یا هرموفرودیت هستن و وقتی به دنیا میان با ابهام جنسی به دنیا میان، یعنی ممکنه با دو آلت جنسی به دنیا بیان، ممکنه با یک آلت پنهان به دنیا بیان و خب عملهای تغییر جنسیت یا تطبیق جنسیت برای این افراد چیز عجیبی نیست، هم در کشورهای سنی هم در کشورهای شیعه همیشه کاملا مسئله عادی بوده. خمینی در سال 43 این فتوا رو اعلام میکنه، اما شاید بشه گفت اولین کسی که اولین تراجنسی رسمی ایران و اولین کسی که این فتوا رو رسما از خمینی میگیره در یک ارتباط رو در رو مریم خاتون ملکارا هستش که به اسم فریدون معروف بوده که البته عکسش اینجا خیلی نوازه. مریم خاتون نامه های زیادی به خمینی می نویسه و توجیه میده که سال 54 قبل از انقلاب اسلامی سعی میکنه با فرح دیداری بکنه و با اون صحبت بکنه که برای شرایط ما هم در حقیقت افرادی مثل ما شما باید در جامعه شرایط قانونی رو به وجود بیارین. فرح به اون میگه که ما با شما مشکلی نداریم و اینو واضحه که جامعه مشکلی نداره، ولی جامعه به معنی کلی و در حقیقت عرف جامعه این مسئله رو به معنی یک قانون نمیتونه فعلا بپذیره. در بیوگرافی مریم خاتون ملکارا خیلی اتفاق جالب، یعنی چیزی که اتفاقی که میفته به نظر من اینه که بعد از اینکه این جواب میشه گفت یه جوری منفی رو از طرف فرح میگیره به این فکر میفته که من حتما نیازمند یک تکیهگاه مذهبی و یک قدرت مذهبی هستم، با اینکه در بیوگرافی خودش میگه که خانواده مذهبی نداشته و کارمند تلویزیون ایران بوده و بدون اینکه ظاهر، یعنی مدارک مردانه‌ای داشته ولی با ظاهر زنانه میرفته در سینما، یعنی در همون تلویزیون ایران کار میکرده و از طرف سازمان بهش بارها گفته شده بوده که ما هزینه های تو رو میدیم که بری خارج و عمل بکنی، اما این حس درونی رو داشته که چیزی که میتونه افراد هم نوع اون رو در ایران نجات بده با توجه به جامعه مسئله مذهبه و مسئله یک فقیهی هستش که بیاد رسما این رو بهش یک صحه‌ای بذاره که به لحاظ اسلامی هیچ مشکلی نداره. انقلاب میشه و در سال 1365 ملکارا با تمام تلاشی که میکنه به آخره میره به جماران و منزل آیت الله خمینی. اول خیلی باش برخورد میشه، در بونهای خونه آیت الله اون رو میزنن به خاطر با ظاهری که رفته بوده گویا کفن پوشیده بوده، در این حال چادر سرش بوده و آرایش زنانه داشته و دیگه میخواسته بره و حق خودش رو در حقیقت بگیره و خمینی خب فکر اینطور که پیداست تا اون موقع هنوز حد فاصله بین این دو گروه رو، یعنی هرموفرودیت ها و ترانسکشوال ها رو نمیدونسته و به کمک پزشکانی که در اون زمان در خونه ایشون بودن ایشون این در حقیقت تعریف رو میکنه و بالاخره فتوا رو برای تغییر جنسیت افراد ترانسکشوال هم میده. ملکارا سالها بعد، یعنی شاید حدود 10-11 سال بعد از اینکه مجوز خودش رو میگیره به تایلند میره و عملش رو انجام میده و برمیگرده و همیشه تا آخر عمرش
تا یعنی تا سال 1391 فوت میکنه همیشه این گلایه رو از سیستم داشته که شما اگر ما رو پذیرفتین چرا هیچ کمکی به ما نمیکنین و اگر ما مجرم یا منحرف هستیم چرا ما رو نمیکشین. و در سال 68 اولین انجمن حمایت از بیماران اختلال هویت جنسی رو در حقیقت تأسیس میکنه. این اصطلاح بیماران اختلال هویت جنسی خودش بازگو کننده تمام گفتمانی هستش که به نظر من در مورد ایران ما میتونیم بگیم، با اینکه ایران خودش یعنی در حقیقت در فضای آکادمی ایران این افراد خودشون رو خیلی مرتبط میتونن با DSM با کنگره روانشناسی آمریکا یا فلان یا مثلا تمام سازمان‌های بین‌المللی، ولی تمام واژگانی که در حقیقت استفاده کردن تمام واژگانی هستش که به بیمار بودن این افراد هرچه بیشتر و بیشتر در حقیقت تاکید میکنه. بعد برای اینکه یکم زودتر هم من بتونم برم جلو، همونطور که اینطور که اینجا خیلی بازم بکنم این در مسئله، اگر برگردیم به مسئله جنسیت این و طبق یک خانش فوکویی از شکل‌گیری جنسیت، در حقیقت جنسیت یک چیزی به ذات و به یک امر طبیعی بخوایم اونو نسبت بدیم، جنسیت ساخته میشه و در دوره‌های مختلف ما میتونیم با یک مطالعه در حقیقت ژنئالوژیکی که مثلا خود فوکو در سه جلد کتاب خودش تاریخ جنسیت انجام میده برگردیم به اون فضاهای اصلی که گفتمانهای راجع به جنسیت شکل میگیره، که من تا حدودی الان براتون گفتمان مذهبی رو توضیح دادم که در اسلام و در فقه چه اتفاقی افتاده. بعد از اینکه این مسئله رسمی میشه در ایران، خب سازمان‌ها مثل سازمان پزشکی قانونی و سازمان‌های دیگه شدیداً شروع می‌کنن به تولید علم کردن راجع به این موضوع. به شدت متأثر بودن از روانشناسی آمریکایی و تمام میشه گفت یه ترجمه شاید بشه گفت عظیمی از این کتب صورت میگیره، ولی اتفاقی که میفته در همون پارادایم ایران باقی میمونه. یعنی اگر ما الان مثلا در DSM حرف از دزغد و حرف از اختلال نمیزنیم و حرف از دیسپوری میزنیم، در ایران تنها اتفاقی که میفته حرف از اختلال نمیزنن ولی حرف از ملال جنسیتی میزنن. اما ملال جنسیتی هم چیزی که فقط در گفتمان افرادی که در آکادمی هستن و آدم هایی که میشناسن صورت میگیره و ما هنوز در روزنامه ها مثلا برای خطاب کردن یک فرد ترانسکشوال از دو جنسه، دو جنسی یا چیزهای اینجوری استفاده میکنیم که همه میدونیم بار بسیار منفی داره. خب خانواده، دوستان، شریک جنسی اون فرد بسیار تاثیرگذارن در هویت اون آدم. رسانه ها همونطور که براتون گفتم اون پارادوکس بزرگی که بین رسانه های خارج از ایران با اون پیش فرض وجود داره و رسانه هایی که در داخل ایران راجع به این موضوع کار میکنن، دو مسئله بسیار عجیبه. یعنی این که در رسانه های خارج ایران، ایران رو دومین کشور در جهان میدونن که بیشترین آمار تغییر جنسیت رو داره. وقتی این مسئله رو شما در من در پزشکی قانونی، در بهزیستی، در انستیتوهای مختلف مطرح میکردن، هم میخندیدن و میگفتن که این کاملا یک سوگیری سیاسیه و ما یک آمار بسیار نرمالی داریم. همینطور راجب فعالین حقوق یا حقیقت افراد ترانسکشوال همیشه این پارادوکس بزرگ وجود داره. اون چیزی که افراد در داخل ایران میخوان هیچ ربطی به اون چیزی که فعالین حقوق اونها در خارج از ایران میخوان نداره. این یه در حقیقت سعی کردم اینجا روند اخذ مجوز تغییر جنسیت رو توضیح بدم که مراحل بسیار بسیار سخت و زیادی داره، همینطور که میبینین که نمیبینین البته ببخشید. و شروعش در خیلی در ایران با یعنی در حقیقت دو راه ما میتونیم داشته باشیم. یا باید از دادگاه خانواده این افراد اول تقاضای تغییر جنسیت رو بدن، یا باید برن یه سری روانشناس رو ببینن که زیر نظر خود پزشکی قانونی اینا مشغول به کار هستن. این اتفاق چیز عجیبی نیست. یعنی این پروسه همون چیزیه که در فرانسه میگذره همچنان و در برخی کشورهای دیگه که لزوم در حقیقت تشخیص روانپزشکی ترانس بودن رو جزء یک لزوم اصلی و هدف اصلی این موضوع میدونن، چیزی که بسیار باهاش مبارزه شده در کشورهای دیگه، ولی خب در فرانسه همچنان همین پروسه باید طی بشه. بعد از اینکه اون در حقیقت روانپزشک یا روانشناس تایید میکنه که شما ترانسکشوال هستین، فرد باید دوره های تراپی خودش رو بگذرونه. این دوره های تراپی از 6 ماه هست، میتونه گاهی وقتا طولانی تر بشه و بسیار شرایط متفاوتی داره، به این معنی که زمانی قبل از این که یعنی این مسئله که میگم زمانی یعنی شاید 10 سال پیش مجوز خیلی شاید ساده تر گرفته میشد و شروطی مثل مثلا حضور والدین
و یا مثلا یک سری مدارکی مثل برای ترنس‌های زن به مرد، مثلا ارائه چه میدونم مدرک بکارت، اینجور چیزها هیچ وقت وجود نداشته. اما بر اثر یه سری اتفاقاتی که میفته که من خودم به شخصه فکر میکنم خیلی هاش میتونه متاثر از فشاری باشه که فعالین خارج از ایران انجام میدن و این چیزی که خود افراد توی سازمان ها به من میگفتن که شما فکر میکنین با داکیومنتری هایی که مثلا بی بی سی درست میکنه دارین کمک میکنین به وضعیت حقوق بشری در ایران، ولی در ایران ما اگر حکم در حقیقت فتوای خمینی وجود نداشت هنوز در حقیقت فقهای بسیاری هستن که خیلی 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 مخالف این موضوع هستن و هر آن ممکنه که مثلا یه حرکتی بکنن یا بخوان این موضوع رو تاثیر بکنن. پس مرحله خیلی زیادی رو باید بگذرونن، کمیسیون های بسیار زیادی رو باید بگذرونن این افراد و بعد دوباره بازگردانده بشن به پزشکی قانونی و در این دوره یک ساله تا یک سال و نیمه و حتی گاهی وقتا خیلی بیشتر شروع میکنن به هورمون تراپی کردن و بعد وارد عملهای رسمی در حقیقت تغییر جنسیت خودشون بشن که برای مرد به زن و زن به مرد عملها متفاوته. و باز هم یه اتفاق دیگه که میفته در زمانی که همون 10 سال پیش یا 15 سال پیش بود، وقتی فرد مجوز خودش رو میگرفت و شروع میکرد به هورمون درمانی کردن، مثلا مثال یک ترنس بازم زن به مرد رو براتون میزنم، شروع میکرد به هورمون درمانی کردن، تخلیه سینه میکرد، تخلیه رحم و تخمدان میکرد و صورتی که مثلا ریش درآورده بود و میتونه زندگیشو بکنه، چون اون مجوز یادم رفت بگم که این مجوز تنها دلیل و تنها در حقیقت حفاظتی هستش که فرد میتونه دگرپوشی بکنه. تا قبل از اون شما همواره باید بر مبنای جنسیت خودتون لباس بپوشین و در فضای عمومی ظاهر بشین، در غیر این صورت مجرم به حساب میاد و تنها با این مجوز در صورتی که پلیس شما رو بگیره، یعنی ببینه یک مردی هستین که لباس زنانه پوشیدین، حق دستگیری شما رو نداره. در دوره های قبلی فرد به این مرحله که میرسید با تخلیه رحم، تخلیه تخمدان، میتونست بره مجدداً پیش پزشکی قانونی و حکم در حقیقت تشخیص نهایی رو میگرفت و به دادگاه خانواده میرفت و دادگاه خانواده دوباره این فرد رو میفرستاد سمت سازمان ثبت احوال و مدارکش رو عوض میکرد. اما اتفاقی که الان میفته لزوم ساخت دوباره ارگان جنسی، یعنی اگر یک فرد زن به مرد هست حتما باید ارگان جنسی مردانه رو بسازه و عمل بکنه و اگر تا قبل از اون بخواد بره مرد کامل به حساب نمیاد و خونساه. اینا شاید چیزایی باشه که نمیدونم، شاید ما فکر کنیم اگر یک فردی ترنسه خب تا آخر میخواد بره دیگه، یعنی میخواد کامل این بدن رو تغییر بده، ولی اتفاقی که میفته افراد زیادی هستن که ترنسکشوال نامیده میشن ولی تنها شاید رضایت بدن به یک سری تغییرات هورمونی، شاید مثلا یه ریشی در بیاره یا ظاهرت بتونه در لباس پسرانه بره و مدارکش رو عوض بکنه، دیگه لزومی نبینه که بخواد بره عملهای سخت رو انجام بده. این هم یه سری آماره که بازم چون دیده نمیشه من ازش زود میگذرم. در مورد تعداد شاید براتون مهم باشه که چرا من تقریبا شاید حدود چندی ماه تلاش کردم که یک آمار رسمی از پزشکی قانونی بهزیستی بگیرم، ولی آمار انقدر متفاوته و انقدر عجیب غریبه و این خودش نشون دهنده اینه که این موضوع چقدر با وجود شرعی بودنش و قانونی بودنش چقدر هیچ بنیان قانونی به معنی واقعی حقوق شهروندی یک فرد ترنس وجود نداره، به این معنی که مثلا پزشکی قانونی یک آمار ارائه میده، همونطور که گفتم مدیاهای خارجی ایران رو دومین کشور میدونه، پزشکایی که این عمل جراحی رو انجام بدن مثلا دکتر میرجلالی میگه من 488 بیمار عمل کردم و یک دوباره از اون بار پزشکی قانونی میگه همچین چیزی وجود نداره، ما در به طور متوسط سالیانه 270 تا تقاضا داریم. و از یه طرف هم درست میگن به این معنی که همه افرادی که ترانسکشوال هستن در ایران لزوما مراجعه نمیکنن به سازمان ها، این فرد میتونه به سرعت از ایران خارج بشه، میتونه با پولی که به پزشکان میده تغییر جنسیت بده ولی مدارکش رو حفظ بکنه، پس واقعا آمار اصلی وجود نداره. و من جمله اینکه فرد میتونه مجوز بگیره ولی همچنان به خاطر مسائل خانوادگی اجازه عمل رو نداشته باشه و تا مرحله آخر نره. این عکسایی که هست برای یکی از دقیقات سخنرانیایی که من راجع به مسئله هویت و شهر داشتم و میخواستم اینو نشون بدم که افرادی که هویت اونها در حقیقت در کادر و نرم هویت‌های نرمال در جامعه نمیره، اینها چجوری حضور پیدا می‌کنن در تهران و این به خصوص در تهران هستش. و این عکس رو گرفتم که یک عکسی هستش که خودم از صفحه‌های عمومی بچه‌ها در این
اینستاگرام یا فیسبوک گرفتم و این اگه اون زیرش رو شما نمیتونین بخونین ولی اسمش هست میتینگ پسران عروسکی و اینا خب لزوما ترنس نیستن ولی دگر جنس خواه هم لزوما میتونن نباشن، یعنی در اون کادر کلاسیک رفتار جنسی و گرایش جنسی و رول های جنسی نرن، ولی به هر حال همدیگه رو پیدا میکنن و مهمترین جایی که همدیگه رو پیدا میکنن هم فضاهای مجازی هستش، چون همونطور که گفتم اون انجمن حمایت از بیماران اختلال هویت جنسی همچنان پابرجاست، ولی با اینکه اسمش NGOه زیر نظر کامل در حقیقت وزارت کشور اداره میشه و نمیتونه چیزی خیلی فراتری حالا بره. عکس بعدی راجب فقط اینو میتونم خواهش کنم که فیلم از عکس ها نگیرین، چون بچه هایی هستن که عکساشون رو برای به من دادن و نمیخوان جایی پخش بشه. نفر اول وقتی هستش که من از این فرد سال 2015-2016 اینترویو کردم، یک پسر این موقع پسر در حقیقت بیولوژیکی بودش که به شدت احساس ناراحتی میکرد و من 24 ساعت زمان رو با اون در فضای عمومی گذروندم. ما با هم به پارک سایی رفتیم، به میدون انقلاب رفتیم و جاهای مختلف و اون موقع با ظاهر پسرونه ظاهر میشد و به شدت احساس ناامنی میکرد، به شدت احساس بدی میکرد، به این دلیل که میگفتش که وقتی من هیکل مردانه دارم، یعنی بالاخره یکی که منو از دور میبینه میفهمه من مردم، ولی به محض اینکه میفهمن من یک جستی خارج از اون جست نرمال مردانگی دارم، مردهای بسیاری هستن که دنبال من را میفتن و منو اذیت میکنن. من برای اینکه اینو تجربه بکنم با اون شروع کردم به در خیابون در پارک سایی و خیابونها راه رفتن و میتونم واقعا بگم که نه تنها مردها نگاه‌های به شدت سنگینی داشتن و حتی زنها و دخترانی بودن که رسما توی صورت این آدم بهش میگفتن مثلا اه یا مثلا تو دیگه چه موجودی هستی، تا اینکه این آدم بعد از خانواده بسیار مذهبی میاد این فرد و خانواده سطح اقتصادی میشه گفت متوسط، مادری که کلاس قرآن داره و پدری که حالا دقیقا شغلش رو نمیدونم ولی به هر حال خانواده بسیار مذهبی. در عکس دوم زمانی هستش که این فرد آشکارسازی میکنه و بالاخره مسئله شو مطرح میکنه ولی هنوز مجوزش رو نداره و میره در پوشش زنانه و اینطور که برام میگفت احساس امنیت کامل میکنه، چون حداقل اگر هم مشکلی براش به وجود بیاد در خیابون ها به عنوان یک زن براش به وجود بیاد، نه به عنوان یک پسر در حقیقت مفعولی که میتونه هر کسی باش هر کاری بکنه. و عکس سوم خب در یک تولد اون هستش که در حقیقت میشه گفت با حضور نزدیک به 30-35 نفر از افرادی که هم نوع خودش بودن حضور داشت، که البته در یک فضای بسیار بسته و سختی بود. در حال حاضر این فرد با اینکه مجوزش رو گرفته به دلیل که پدرش همچنان اجازه عمل جراحی رو بهش نمیداد، در نهایت با پولی که تونست جور بکنه و مادرش که حمایتش کرد رفت به تایلند و عمل جراحی کرد و برگشت ایران. بله 5 نفر. نفر دوم هم دوباره داستان یک فرد دیگه هستش به اسم امیرعلی که من در 3 سال دنبالش کردم. در عکس اول خب اون خیلی به دلیل حمایتی که خانوادهش ازش کردن خیلی خیلی راحت‌تر تونست پروسه تغییر جنسیتش رو انجام بده و در امیرعلی جز اون آخرین نفرهایی بود که یعنی هنوز وقتی به عمل آخرش نرسیده بود تونست مدارکش رو عوض بکنه. یعنی برای من تعریف میکرد در اون ملاقات آخری که در پزشکی قانونی داشت که با مادرش بود و پزشک شروع کرد به معاینه بدنش و گفت تو از سر تا کمر خیلی خوب مردی ولی از کمر به پایین هنوز زنی و تو یک خونسایی و ما نمیتونیم به تو چیزی بدیم، که مادرش اونجا اعتراض میکنه که بچه من از اول پسر بوده و شما باید به اون این اجازه رو بدین که فکر بکنه که میخواد وارد یک همچین عمل سختی بشه یا نه. همینطور آدم های دیگه این که هر کدوم داستان های خودشونو دارن، هر کدوم روایت های خودشونو دارن. عکسی که در سمت دو نفر رو میبینین داستان خانواده‌ای هستش که هر دو ترنس، یعنی شما اون فردی که مرد هستش در حقیقت مادریه که الان پدر شده، یعنی یک ترنس زن به مرده، و اون طرف اون دختری که سیاه پوشه در حقیقت پسری هستش که الان زن شده و اینها مادر و در حقیقت حالا میشه گفت پدر و دختر هستن الان و هر دو عملشون رو انجام دادن و خب یه مقدار اذیت‌های زیادی شدن، من جمله اینکه مثلا در حقیقت مادر بیولوژیک پدر واقعی وقتی که داشت پروسه خودش رو انجام میداد ازش خواسته بودن که همسر سابقش بیاد و شهادت بده و خب این اتفاقی بود که هیچ وقت نمی‌افتاد و خیلی اذیت شد، چندین بار سعی کرد خودکشی کنه ولی به هر حال مجوزش رو گرفت و هر دوشون عمل کردن.
نفر بعدی که میبینین 45-6 سالشه توی این عکس و سفید پوشیده اون بالا، اون هم یک ترنس زن به مرده که هنوز مجوزشو نگرفته به دلیل اینکه با 46 سال سن هنوز ازش خواستن که پدر یا مادرشو بیاره و این آدم بارها توضیح میده که پدر مادر من مردن، شما میخواین چه کسی بیاد براتون شهادت بده؟ و همینطور در حقیقت ترنس هایی که بچه دارن خیلی هاشون اینجور بر من جالبه که وقتی ازشون با سن 45-6 سال مثلا میخوان که پدر مادرتون رو بیارین، همشون میگن که شهادت زندگی ما و روایت ما رو به جای اینکه از پدر مادرمون بگیریم که الان فوت کردن از بچه های ما بگیریم، و خیلی وقتا بچه های اونها رو همراهی میکنن. عکس آخرم که روی موتور خواستم در حقیقت حضور افرادی رو نشون بدم که بدون مجوز بدون هیچ تغییری واقعا هنوز حضور پیدا میکنن و هویت هایی که به هر حال به شکل حضور خودشون رو در جامعه پیدا میکنن. عکس بعدی هم دوباره یک روز دیگه هستش که من با یک گروه ترنس گذروندم در مترو، در کافه ها، و همطور که گفتم چون این سخنرانی برای مسئله هویت در شهر بود، من سعی میکردم نشون بدم که اون در حقیقت دوگانه خصوصی عمومی که ما همیشه فکر میکنیم راجع به ایران مثل یک نگاه کلیشه‌ای، خیلی وقتا میتونه تبدیل به یک دیالکتیک بشه، به این معنی که در ایران یک فرد ترانسکشوال که هنوز برون نمایی آشکارسازی برای خانوادهش نکرده، خصوصی اون میتونه سخت‌ترین فضای زندگیش باشه و خیابونی که کسی اون رو نمیشناسه میتونه آزادترین و بهترین فضای اون باشه، و خیلی وقتا فضاهای میانه، آسانسور، راه پله، زیرزمین، پارکینگ میتونه فضاهایی باشه که این آدم سریع لباس خودش رو عوض بکنه و از مرد به زن و از زن به مرد تبدیل بشه. مثلا اون دختری که روی میز نشسته دقیقاً به من نشون داد که خب با تا این شالو برداره و این مانتو رو برداره و آرایشش رو بکنه میتونه یک پسر بشه و به خونه خودش برگرده. این یکی عکس هم در یک مترو در تهران که چون رنگا رنگ پرچم ترنس ها بود، بچه‌ها یه فیگوری گرفتن که من ازشون عکس بگیرم. عکس های بعدی هم همینطور دوباره در پارک، در فضاهای عمومی هستش، باز هم در مترو عکس اول که ما از قصر رفتیم در بخش زنان، مترو زنان نشستیم، و اینکه برای من جالب بود ببینم که زنان دیگه چه برخوردی با این افراد میکنن که ظاهر در حقیقت طبق نرم زنانه ندارن. من رفتار عجیبی ندیدم، یعنی افراد با نگاهشون میفهمن که یه چیزی عجیب غریبه و یه چیزی رو من نمیفهمم وقتی شما رو نگاه میکنم، ولی برخورد خاصی نمیبینم. این عکس هم که میبینید در توالتی هستش که چون مسئله توالت یک مسئله بسیار مهمه در مطالعات جنسیت، به این معنی که خب تکلیف کسانی که نه مردن نه زنن و یا هر دوان چیه، اینا کدوم توالت ها باید برن، و بسیار مطرح میشه در خیلی کشورها، براش فکر انجام میشه و در خیلی جاها خب شاید ما مثلا برامون خنده‌دار باشه، ولی یه کسی که ترنس در حقیقت ظاهر فیزیکی مردانه داره ولی تمام حسهاش حسای زنانه است، احساس ناامنی میکنه از اینکه به توالت مردانه بره. چرا؟ چون بارها مورد تجاوز قرار گرفته، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و حتی در کمترین حالت مسخره شده. بنابراین اون حق داره که یا یک توالت یونیسکس بخواد، یعنی یک توالتی که یک جنسیتی نداره، یا توالت خودش رو بخواد برای آدرها بخواد. و این اتفاقی که در ایران افتاد، یعنی ما در یک مرکز تجاری در اکباتان با این گروه که من بودم، ما اومدیم بریم توالت زنانه. در توالت زنانه اون دو نفری که، یعنی نفر اولی که میبینید داره رژ میزنه و شال سرشه، خب پذیرفته میشد مثل من، ولی این دو نفر که با سویشرت و کلاه بودن، دربون توالت گفتش که نه نمیتونی بیای توالت پسرا اون بره پاساژه. من اونا رو همراهی کردم و ما رفتیم سمت توالت مردانه، و دوباره دربون توالت مردانه گفت دخترم توالت زنونه اون بره پاساژه. ما دوباره پاساژو طی کردیم و اومدیم توالت زنونه، و این بار که اومدیم اون زن انگار که یه چیزی فهمیده بود و این بچه‌ها شروع کردن که خانم ما ترنس هستیم و من نمیخوام برم توی توالت مردانه و میخوام اینجا آرایشمو تمدید بکنم. آخرین چیزی که میگم در حقیقت در مورد فضاهایی هستش که این افراد اون چیزی که در شکیده در مورد به شکل مقاومت روزمره ازش یاد کردم. خب کنترل بسیار در فضای عمومی شدیده، با اینکه همیشه فضاهایی از در حقیقت حضور این افراد در فضاهای عمومی وجود داره، اما بیشترین فضایی که این افراد حضور دارن و شدیداً فعالیت میکنن فضاهای مجازی هستش. این دو صفحه‌هایی هستش که از این افراد من خودم عکس گرفتم از پیج‌های عمومی خودشون، و حضور و مثلا این عکس وسط یک ویدیوی آنلاین هستش که این فرد هر شب در مورد خودش حرف میزنه، در مورد زندگیش حرف میزنه. یکی دیگه هستش که مثلا الان یک اکتیویست شده توی کانادا و خیلی راجع به مسائل سیاسی هم حرف میزنه، و هزاران نفر که اینها رو میبینن حرف میزنن رو در رو، با اینکه وقتی
در حقیقت پیغام ها رو میخونی بعضی وقتا واقعا شرمنده میشی از فوش، نفرت و اون هرسی که از آدم ها میان به این افراد ارائه میدن، ولی در این حال خودش یه جور آگاهی سازیه، خودش یه جور حرف زدن راجع به خودشونه. و عکس آخر هم راجع به گروه تئاتری هستش که متأسفانه الان وقت نداریم راجع بهشون حرف بزنیم، ولی تنها گروهی هستن که مستقل در ایران کار میکنن به اسم آوای دیوانگان. و اون فردی که پایین میبینین سامان عرسو هستش که خودش ترانسکشواله و تنها کسی هستش که به طور جدی داره روی موضوع کار میکنه و به وسیله تئاتر و پرفورمنس هایی که میده سعی در آگاهی سازی مردم میکنه. مرسی خیلی متشکرم. اجازه بدید پیشنهاد بنده اینه شما یه خورم از وقتتون چیز کردید، چون بلافاصله مشکلی نیست، بلافاصله بعد ما یه پوز داریم و ساعت برای که زیاد تخیمت میگه. در مورد ترنس های مثلا زن به مرد میگن 6 در 100 هزار، یا مثلا خیلی آمارهای واقعا متنوعیه و طی سالهای مختلف نوشته بود نه فکر کنم درصد کلیش رو میگن این ولی در مورد ایران چیزی که میگن و آماری که میگم هیچ آمار واقعی وجود نداره، ولی اون چیزی یعنی آخرین گزارشی که من در یک گزارشی که از شبکه اصفهان مثلا پخش شده بود گزارشگر میگفتش که 300 هزار تعداد ترنس هایی هستش که ثبت شده و وجود داره، ولی تعداد اصلی اونها دقیقا 600 هزاره، اما اون چیزی که وجود داره که خیلی خیلی بیشتر از این آمار در ایران وجود داره. و در جهان به طور نسبی در یک جمعیت انسانی درصد ترانس ها چقدر؟ آمار بین المللی رو شما باید چند درصد جمعیت انسانی ترانس؟ ببین حتی آمریکا آمار دقیق نیست، ولی که به هزار در این که الان بامار گفت ثبت نمیشه. من راجع به آمریکا خوندم میدونم که اونجا معلومه، ولی این درصد بگی بین 15 تا 20 اینی که 15 تا 20 درصد نه ببینید همونطور که گفتم ترنس های زن چون که این مسئله چیزی که جالبه اینه که ما ترنس زن به مرد داریم و ترنس مرد به زن داریم در تا الان این خیلی اتفاقا همون مسئله میشه که شما گفتین تا مطالعات تا الان چون همیشه توجهش میرفته به ترنس های مرد به زن همیشه میگفتن در جهان ترنس های مرد به زن آمارشون بیشتره، ولی الان آمارها یکی شده، یعنی در حقیقت همواره ما فکر میکردیم مرد و زن بیشتر بوده، الان آمارها در یک در حقیقت پیمانه هستن با هم دیگه، ولی اتفاقی که توی ایران میفته این برعکسه، یعنی که در ایران ترنس های زن به مرد بیشتر از ترنس های مرد به زن هست. توجه داشته باشید که موضوعی رو که بهار بادش میپرداخت بیشتر جنبه کیفیه، یعنی هویت ترنس تا بخش کمی قضیه، واقعی قضیه که مهم نیست چقدر هست، مهم اینه که این بحران وجود داره و فکر کنم اصلا ما هم موافق باشی که از فیلم هاییم که میشه راجع به این چیز دید جای دیگره، درسته که جای دیگره که این تردید بین جنسیت رو تو شما میتونید اگر علاقمندید نگاه کنید فیلم مال 7 8 رو دفعه دست پیش آیه های رو به رو هم دو تا فیلمی که میتونید ببینید. اگه سوال حیاتی دیگه هست انجام بدید بعد من پیشنهاد میکنم حیاتی پیشنهاد میکنم بله خواهش میکنم بفرمایید. من یه چیز خیلی جالب فقط خواستم بگم قبل از که بنتون بهار اینکه راجع به فضاهای میانه حرف زدی خیلی عالیه به نظر من، برای که تو سینما هم دقیقاً همینه و روابط زن و مرد بیشتر از اون که توی سینما در درون یا در بیرون نشون داده بشه همیشه در 90 درصد اوقات در فضاهای میانه نشون داده میشه که اون مثلا بیشتر از هر چیزی برای سینما میتونه ماشین باشه، فضاهای مثل حیات بالای پشت بوم و این خب خیلی این نشون میده که ما چجوری داریم میریم جلو و تمام اون تضادهای دوگانه رو داریم کم کم میشکنیم و این خیلی مهمه واقعا. خط میونه میشکنیم اگه موافق باشید 5 دقیقه به 4 یعنی 10 دقیقه تنفس 5 دقیقه به 4 شروع بکنید که دیگه زیاد